ارگ کابل چشم انتظار حامد کمرزای دوم است. بر اساس گزارش‌های رسیده، دکتر خلیل‌زاده طالبان روی یک گزینه برای زعامت آینده افغانستان توافق کرده و انگشت گذاشتند. آدم بی‌نام و نشانی که ظاهراً تاجر هست اما معلوم نیست چه تجارت می‌کند. در آمریکا ساکن بوده و فعلاً مدت‌هاست در دبی به سر می‌برد. هر روز مقامات و شخصیت‌های افغان را به دیدارش می‌خواهد. این شخص انجینیر احمدشاه نام دارد. انجینیر احمدشاه دورانی هم خود را گفته و در جواب کسی که گفته بود این نام بنیانگذار افغانستان هست، خلیلزاد گفته بود بله، اما آن احمدشاه دورانی انجینیر نبود و انگلیسی یاد نداشت. سفارت‌های کشورهای بیرون از بازی عکس او را در دست دارند و به این و آن نشان داده درباره‌اش اطلاعات می‌خواهند. با این پیش گفتار که ظاهراً آمریکایی‌ها و طالبان روی این شخص گمنام توافق کردند. البته روند شهرت‌سازی آدم‌های گمنام بی پیشونه نیست. قبلا آقای کرزی هم که هیچ نام و نشانی نداشت با همین شیوه پیرو و مطرح شد. جالب این است که این قندهاری جدید هم عین قصه کرزی را دارد. برای مدت کوتاه معاون وزیر خارجه بوده، پدرش خان بوده، در آمریکا زندگی می‌کرده و سابقه جهادی دینی دارد. بر اساس برخی گزارش‌ها او در افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و با پول‌های بادآورده این تجارت فراری بود و در طی سالهای اقامتش در آمریکا برای طالبان لابی میکرد. او بخش تاریک از قصه نگفته لیلا زکریا یا لیلا هلمز هست. نواسه فیض محمد خان زکریا که عروس رئیس CIA شد و بعد مهمترین بلندگوی طالبان در آمریکا شد. خانهش در نیوجرسی و شبکه یاز حامیان طالبان را با نام دوستان افغانستان گرد آورده بود. بعضی ها گفتن این شبکه با 11 سپتامبر از بین رفت، اما واقعا این که هیچ وقت از بین نرفت، بلکه فعالیت‌هایش زیرزمینی شد و قدرت و پول بیشتر به دست آورد. گروهی که دو داشتن ویرانی مجسمه‌های بودا یک بازی بود و لباس زرد هندوها مثل علامت معلولان در آمریکا برای کمک به آنهاست. حالا انجینیر احمدشاه پیدا شده و برخی رهبران و مقامات افغانستان را دعوت کرده و دیده است. منابع نزدیک به محمد حنیف اتمر مدعی بودند که آقای اتمر هم با این فرد چندین بار دیده است. همین حالا عطا محمد نور عضو دیگر تیم اتمر در انتخابات بیش از 3 ماه است در دبی زندگی میکند. با خود را معاون احمدشاه میداند. آقای قانونی در رفت و برگشت به لندن این فرد را در دبی دیده. همینطور بعضی از چهره‌های شاخص جنبش روشنایی که نامشان محفوظ اعضای سنا و پارلمان هم به دیدار او رفته و با او برای حکومت بعد قول و قرار گذاشتن. انجینیر احمدشاه پادشاه بعدی افغانستان به نظر آنها و طالبان هست. رازی سرپوشیده که افشایش در همه خانه‌های کابل هست اما ابراز نمی‌شود. ابراز راز مرگ راز هست. لیست کسانی که با او دیده‌اند بخش دیگر از این راز است که اگر لازم شد بعداً نشر خواهد شد. در یک گزارش دیگر مقامات ایرانی هم با او در دبی دیدند. عرب‌های عربستان و امارات که در قضیه گفتگوهای صلح قطر خاموش نشستند و گذاشتند در دامن دشمنشان گفتگو انجام شود، امیدشان به داشتن این شاهمهره است. شاهمهره گمنام که هیچ کس او را نمی‌شناسد. اسابقش اطلاعاتی در رسانه‌ها نیست و می‌تواند مثل آقای کرزی در چند روز یک قهرمان تازه شود و با استاد عطا و دیگر یارانش روزی از پله‌های طیاره چون منجیانی معصوم به میدان هوایی کابل پا گذارند. اما آن روز هیچگاه نخواهد رسید، چرا که خاصیت تاریخ تکرار نیست. برای اول اگر نمایش بر صحنه تراژیک بیایید، مثل آقای کرزی بار دیگر حتما به صورت کمدی ظاهر می‌شود. این کمدی شروع شده است. بیننده های عزیز، سپاس از اینکه ما را امروز هم همراهی کردیم. تشکری خاص داریم از دوستانی که همیشه برای ما کامنت میگذارن و عذرخواهی میکنیم از اینکه نمیتونیم جواب کل کامنت ها را بدیم چون حجم کامنت ها بسیار زیاد هست. ممنون از اینکه برای باخبر شدن از خبرهای افغانستان و جهان چنل پرستو تیوی را انتخاب کردیم. وقت شما خوب و خوش باشه، شاید سلامت باشین. خدا نگهدار.